سلام وقت شما به خیر ممنونم که با کانال آموزش مشاورین املاک همراه هستین همراهی همه شما عزیزان باعث دلگرمی ماه و متشکرم که با کامنت و لایکتون ما رو حمایت میکنید امروز میخوام در مورد یه واژه‌ای براتون صحبت کنم که مقدار الان دیگه کارایی نداره اون اوایل که تو تهران آژانس‌های املاک مد شده بود و دیگه از اون حالت بنگاهی داشت خارج میشد لغتی استفاده میشد به نام گاید یا راهنما که در واقع ترجمه انگلیسیش میشه گاید و فارسیش میشه راهنما در واقع ما یک سری افراد رو داشتیم که تازه کار بودن و وارد آژانس میشدن برای کار کردن برای همین مسئولیتشون فقط این بود که برن خونه رو نشون بدن و بیان در واقع خبره بودن تو اون محل و محل رو خوب میشناختن کوچه ها رو پلاک ها رو و خونه رو میدیدن یا اصلا اگه بلدم نبودن چون یکی دو بار رفته بودن از دم محل آژانس یا بنگاه تا دم اون ملک میدونستن جا کجاست در واقع کسی چه مشتری و چه مدیر املاک از این گایدها ها یا راهنماها انتظار اینکه در راه یک مشاوره خوبی بده یا یک پیشنهادی بده یا یک راهکاری بده را نداره و در واقع راهنما مسئولیتش صرفا این هست که مشتری رو از دم محل آژانس املاک تا ملک مورد نظر ببره شاید الان همه هم طور باشه یعنی بچههایی که تازه کار میکنن در یک آژانس املاک یا یک بنگای املاک که اون هفته های اولیه بیشتر نقش یک راهنما رو دارن یعنی صحبت رو خود مدیر, مدیر, مدیر املاک یا مدیر رنج صحبت میکنه با مشتری تا نشسته بعد هم فایل آدرس رو کاغذ مینویسه و مثلا میگه آقای فلانی شما محبت کنید و این فایل رو ببرید نشون بدید معمولا این گایدها ها و یا این راهنما ها در آژانس املاک یا خیلی آدم های جوونی هستن که تازه وارد بازار املاک شدن و میخوان یاد بگیرن که چیکار کنن و یا اینکه بازنشسته هایی هستن که مال اون محلن و اوقات فراغتشون رو میان در املاک کار میکنن دوران پسا کارشون یعنی بعد از اینکه کار تموم شد نه فراغتی که بیکارن در واقع حالا که بازشست شدن خونه نیمونن صبح میان بعد از اون میان توی املاک میشینن و یه قدمی میزنن یا با ماشین مشتری میرن و آدرس ها رو خوب بلدن و نشون میدن خب این آدم اون درصد اصلی حق و زحمه رو نمیگیره به خاطر اینکه کاری انجام نداده صرفا فقط برده نشون داده یادم اون موقع مثلا تا 15 درصد کمیسیون به راهنماها یا گایت ها تعلق می گرفت. یا مثلا در شهرستان عراق من اینو دیدم برام جالب بود که مثلا یه نفری که میبره ملک نشون بده حالا فراخور منطقه و کشش ملک و اجاره یا فروشش بودن بین 10 تومن 20 تومن 50 هزار تومن الان که سال 1401 هستیم قطعا یه مقدار بیشتر به طرف میدادن که آقا دست شما درد نکنه حالا چه پسند کرده بودن و چه پسند نکرده بودن برای این حق ای که از جاش بلند شده همراهی کرده و اومده خونه نشون داده یا کلید همراه خودش آورده نشون داده ببینیم بچه ها دارم این مفاهیم و این لغات رو تعریف میکنم براتون تا بدونید در واقع هیچ مسئولیت حقوقی نداره و مسئولیت به عهده خود صاحب املاک هست یا اون واسطه ای که داره قرارداد رو وساطت میکنه نکته که میخوام بهتون بگم اینه که شاید به نظر بیاد خیلی سطح کارش پایین و آسونه ولی با همه این حرفا برای شروع بهترین کاره برای اینکه شما یاد میگیرین را میفتین محله رو مسلط میشین خونه نشون داده رو یاد میگیرین و در این حال چون خیلی اون طرفی که این فایل رو به شما میده دست و میگه برو نشون بده با تجربه هست احتمال اینکه قرارداد قرار داد بشه زیاد هست خب این ویدیو رو تا همینجا کافیه میخوام دونه دونه این اصطلاحات رو تعریف کنیم این اصطلاح راهنما یا گاید هست که در خیلی از آژانس های املاک الان دیگه نیست چون هر کی میاد و دیگه کاری جیری شده که اصلا روز اول بهش میگن مشاور املاک و واسطه محترم و این حرفا ولی واقعیتش این هم هست که در واقع پله اول کار کردن در یک آژانس املاک همین راهنما بودن یا گاید بودن متشکرم لطفا با لایک و کامنت ما رو حمایت کنید. امیدوارم که با این ویدیوها بتونیم یک محتوای خوب تولید کنیم و یه مدار حرفای علمی تر بزنیم و باعث بشه که تو بازار واسطه های شکل بگیرن که امکانات و توانایی ها و دانش و دانایی بهتری داشته باشن دانایی منم محدود هست اطلاعات آنچنانی ندارم ولی رو تجربه که هست سالها کار کردیم یه نکاتی رو میگم امیدوارم شما هم تو کامنت ها با ما همراه بشین نکاتی که به نظرتون میرسه به ما بگید در موردش ویدیو بسازیم با همدیگه صحبت کنیم تا کانال آموزش مشاورین املاک محتوای بهتری داشته باشه خیلی مخلصیم ایشالله قراردادهای خوب ببندیم جیباتون پرپول و همینجور کمیسیون هم بگیریم مخلصیم